انهدام یک شبکه بزرگ قاچاق مهاجران به بریتانیا پلیس آلمان فرانسه و بلژیک به طور مشترک یک گروه 19 تن از قاچاقبران انسان را بازداشت کردند یوروپول آژانس امنیت مرزهای اروپا روز پنجشنبه گزارش داد این گروه که پناهجویان را با قایق به بریتانیا قاچاق کردند، در آلمان بازداشت شدند به گزارش یوروپل این شبکه کردهای عراقی پناهجویان را از طریق دریا از فرانسه به بریتانیا منتقل می کردند. آنها از هر مهاجر مبلغ 1000 تا 3000 یورو دریافت می نمودند. این قاچاقبران در هر قایق ده نفره پینجاه تن را جاسازی می کردند. اخراج پناهجویان از سربستان در حالت استراری یک گروه حقوق بشر در سربستان با انتشار ویدیوها اعلام کرد که این پناهجویان در حالت نیمه برهنه از سربستان به مقدونی شمالی اخراج شدند. سازمان غیر دولتی به نام لژس ادعا دارد که پناهجویان توسط پلیس سربستان به زور در هوای سرد بیرون و اخراج شدند. گفته می شود این ویدیو دو هفته پیش در روستای لوجان در نزدیک مرز سربستان توسط یکی از ساکنان محلی ثبت شده است. پلیس سربستان این ادعا را قبول ندارد و میگوید این کار آنها نیست هزاران پناهجو در مرز روسیه و فنلند سرگردان هستند وزارت داخله فنلند میگوید هزاران پناهجو در تلاش برای عبور از مرز روسیه هستند فنلند روز دوشنبه اعلام کرد که تدابیر امنیتی را در مرز با روسیه برای جلوگیری از عبور این پناهجویان افزایش میدهد برخی از پناهجویان تلاش می کنند با دوچرخه از این مرز عبور کنند. فنلند حدود چهار ماه پیش تمامی مرزهای خود را با روسیه بست. این مرزها تا چارده مارچ سال روان بسته خواهند بود. این کشور اروپایی که در مجموع 5.5 میلیون تن جمعیت دارد، پذیرش هزاران پناهجوی جدید در آن دشوار شده است.